سرخط خبرها کشف بسته مشکوک در دفتر نتانیاهو اصابت موشک روسی به شهر دنیپروی اوکراین 29 کشته بر جای گذاشت پوتین به سیم آخر زده استفاده از موشک های ضد ناو علیه مناطق مسکونی سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید کشف بسته مشکوک در دفتر نتانیاهو طبق گزارش های ابری در پی دریافت بسته مشکوک از سوی دفتر نخست وزیر اسرائیل تا شب گذشته و در میان نگرانی ها از امکان وجود مواد خطرناک در محتویات بسته دفتر بنیامین نتانیاهو کادر امداد و نجات و اطفای حریق و نیز پلیس را فراخواند دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اعلام کرد در چارچوب دریافت روتین بسته های پستی یک بسته مشکوک دریافت شد تحقیقات از سوی مسئولان امنیتی دفتر در خصوص این موضوع شروع شد و بعد از آن نیروهای امداد و نجات و اطفای و نیز نیروهای پلیس در دفتر نتانیاهو مستقر شدند این سایت افزود آثار روغن روی بسته کشف شد که شک و تردید درباره محتویات بسته و احتمال وجود ماده خطرناک در آن را برانگیخت شبکه دوازده اسرائیل نیز گزارش داد مسئولان امنیتی در دفتر نتانیاهو در حال حاضر در حال بررسی بسته مشکوک هستند که روی آن آثار روغن وجود داشت رادیو ارتش اسرائیل نیز گزارش داد بعد از انجام بررسی بسته توسط معموران امنیتی دفتر هیچ نتیجه خاصی حاصل نشد و این بسته برای انجام تحقیقات بیشتر تحویل پلیس اسرائیل داده شده است. اصابت موشک روسی به شهر دنیپروی اوکراین 29 کشته بر جای گذاشت. ولنتین رزنیچنکو رئیس اداره نظامی منطقه ای در صفحه رسمی خود در تلگرام نوشت در حمله روز شنبه حداقل 73 نفر زخمی شدند که 30 نفر از آنها هنوز در بیمارستان هستند و وضعیت 12 نفر از مجروحان این حادثه وخیم است. رزنیچنکو ادامه داد روز یک شنبه بعد از ظهر یک زن 27 ساله از زیر آوار بیرون کشیده شد که در وضعیت کاهش دمای بدن شدید در بخش مراقبت مراقبت‌های ویژه بستری شده است وی افزود 39 نفر از ساکنان این آپارتمان از زیر آوار نجات یافتند اما هنوز از سرنوشت بیش از 40 نفر اطلاعی در دست نیست رزنیچنکو گفت آتش نشانان سرانجام آتشی را که در نتیجه حمله در ساختمان شروع شده بود خاموش کردند و عملیات امداد و نجات با بیش از 550 امدادگر افسر پلیس پزشکان و داوطلبان بدون وقفه ادامه دارد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشتر مدعی شده بود که در حملات موشکی روز شنبه روسیه 72 آپارتمان تخریب و بیش از 230 آپارتمان آسیب دیده است. پوتین به سیم آخر زده استفاده از موشک‌های ضد ناو علیه مناطق مسکونی فرماندهی نیروی هوایی اوکراین در فیسبوک نوشت که پدافند هوایی اوکراین قادر به سرنگونی موشک های خابی صدو نیست روسیه از این نوع موشک در حمله اخیر به شهر دنیپرو در اوکراین استفاده کرد و ساختمان‌های مسکونی را هدف قرار داده است اما این موشک چه ویژگی خاصی دارد موشک خابی صدو یک موشک ضد کشتی بزرگ و دوربرد است که توسط اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده است این موشک برگه استفاده علیه ناوهای هواپیمابر یا سایر اهداف زمینی به کار می رود. این موشک از سوخت ماگه استفاده می کند و با سرعتی حدود چهار ماخ پنج هزار کیلومتر بر ساعت بر روی هدف فرود می آید. اولین استفاده رزمی از این موشک در جریان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 گزارش شد. در 11 می 2022 ویدئویی در اینترنت منتشر شد که نشان می داد یک بمب افکن استراتژیک نیروی هوایی روسیه یک جفت موشک KH-22 یا KH-32 را به سمت اهدافی در اوکراین پرتاب می کند. not